جوانان آبدانان شب گذشته پنجشنبه 11 خرداد و در هفتمین روز قتل حکومتی بامشاد سلیمان خانی، جوان 21 ساله به خیابونا آمدند و با مأمورای سرکوبگر خامنه‌ای درگیر شدند. مزدوران خامنه‌ای به سمت مردم و جوانان شهر شلیک مستقیم کردند. در فیلم‌هایی که از آبدانان همون دیشب پخش شد، صدای شلیک گلوله و شعار مرگ بر خامنه‌ای به گوش می‌رسه. گوشه ای از این تصاویر رو با هم ببینیم. در این رابطه همراه هستیم با همکارم حبیب گودرزی. حبیب سلام، خیلی ممنون که دعوتمون رو پذیرفتی. لطفاً برامون بگین دیشب توی آبدانان چه گذشت تو آبدانان و به نظر شما این وقایع نشون دهنده چیه؟ واقعیت اینه که پاشا یک بار دیگه برای هزارمین بار به همه دنیا نشون داده شد که جامعه ایران جامعه‌ای که ظرفیت قیام و خیزش به هر بهانه‌ای به هر دلیلی در هر کجا و هر زمان داره. آبدانان در واقع داستان اینطوری بود که دیروز در واقع مردم توی آرامستان این شهر جمع شدن تا مراسم هفتم بامشاد رو به اصطلاح برگزار کنن و بعد هم دیروز کلیه کسبه و بازاریا تعطیل کردن و دست به اعتصاب زدن در اعتراض به این قتل حکومتی. بعد واقعیت اینه که بامشاد در واقع همین جوان 21 ساله که گفتید دانشجوی کردی هستش که روز سوم خرداد دستگیر شد و بعد روز سوم خرداد بعد از آزادیش در واقع این روانه بیمارستان شد به دلیل سردرد و علائم ناشی از مسمومیت و روز هفتم خرداد متاسفانه جان خودش از دست داد. بعد حالا تو در مقابل رژیم اومد چی گفت؟ یک رئیس کل دادگستری استان یه مزدوری به اسم عمران علی محمدی اومد گفت این خودکشی بوده و با قرص مثلا با انگیزه خودکشی خودش این کارو کرده، که انگار مردم ایران تجربه قیام 1401 رو ندارن، تجربه یلدا آقا فضلی 19 ساله و همینطور ارشیا امام قلی 16 ساله که چند روز بعد از آزادیشون خودکشی شدند البته توسط رژیم به دلیل شکنجه ها و کارهایی که رژیم کرده بود. دیشب بعد از مراسم که دیروز مردم برگزار کردن جوانای دلیر آبدانان به خیابونا اومدن و با شعار خامنه ای بی ریشه خیزش تموم نمیشه و شعارهای ضد حکومتی به صحنه اومدن و مامورای رژیم با گلوله و تفنگ‌های ساچمه‌ای به جون مردم افتادن و حتی وضعیت طوری بود که گلوله‌های به اصطلاح شلیک چیز داشتن، گاز اشکاور داشتن و به دلیل وضعیت هوا این گلوله‌های گاز اشکاور به سمت خود مامورا رفت و خودشون دچار خفقان شدن. بیشتر درگیری‌ها هم تو میدان ژاله و همینطور چهارراه باقر صد بود. رژیم از وحشت خودش تو تمام میادین این شهر بیشتر از 50 دستگاه خودرو آورده بود، صدها نفر مزدورای خودشو آورده بود که مردم هم البته تعداد زیادی از این خودروها رو تخریب کردند. صدای تیراندازی تو تمام شهر به گوش می‌رسید. تو این جریان در واقع گزارش هستش که بیشتر از 10 نفر از جوان‌ها زخمی شدن و به صورت یکی از جوان‌ها گلوله‌های ساچمه‌ای به صورتش اصابت کردن که قطعاً به دلیل تجربه‌ای که داریم با هدف کور کردن مامورای رژیم انجام دادن. در واقع واقعی که دیشب
توی آبدانان اتفاق افتاد، یک بار دیگه به نظرم به جوانای تمام شهر نشون داد که بایستی برای مراحل بعدی قیام آماده شد، البته نباز دست خالی، با آتش و سازماندهی، چرا که رژیم برای سرکوب سازماندهی میکنه خودشو و به شکل یگانهای پاسدار، یگانهای ویژه و بسیجی و لباس شخصی سازماندهی شده میاد. بنابراین راه مقابله با این مامورا و راه استمرار قیام سازماندهی هستش. واقعیت اینه که یک بار دیگه جامعه ایران خودش نشون داد که ما دارای جامعه‌ای هستیم در حال جوشش و مثل یک آتش فشان هستش که هر لحظه ممکنه که دچار قیام بشه. ببینین همین امروز عصر هم واقعیت اینه که توی مهابات هم بعد از 40 سال، سال 62 رژیم 59 نفر از جوونا رو تو زمان خمینی اومد اعدام کرد و تو خیابونه دست به قتل عام زد و امروز بعد از 40 سال، یعنی چندین نسل بعد، اومدن و تو مهابات بلند شدن و رژیم از وحشت خودش تمام مسیرهای ورود به آرامستان رو بستش و اساسا هم امروز جوانایی که تو مهابات بلند شدن شامل دختران و زنان قیامی بودن. با تشکر از شما یک کامنتی به دست من رسیده قبل از خداحافظی اونو بخونم. نوشتن که درود بر مردم دلیل آبدانان که دیروز اینگونه به خامنه‌ای نشان دادند که میتوانند 2 ساعته شهر شورشی بسازند. بله درود. خیلی ممنون از شما. خواهش میکنم.